سرخط خبرها و مهمترین ها، جنگ بر سر سلا، درگیری خودی دو فرمانده طالبان در بدخشان دو زخمی بر جای گذاشت. ادعای یک مقام طالبان، عدالت کامل در افغانستان تامین شده است. و همچنان در پایان، فرماندهان غیر پشتون طالبان در برابر طالبان پشتون متحد شدند. مشروع خبرها. منابع محلی در بدخشان از درگیری میانگروهی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع روز جمعه 14 سهر به روزنامه 8 صبح تایید کرده است که این درگیری روز گذشته میان افراد مولوی محبوب الله خستگی، فرمانده فرقه میدان هوایی طالبان در بدخشان، و داد محمد از فرماندهان محلی این گروه در روستای اسکان ولسوالی جرم رخ داده است. در پی این درگیری، داد محمد و یکی از افرادش به نام نورالدین عصای عبدالعنان از جنگجویان وابسته به مولوی محبوب الله زخمی شدند. این درگیری پس از آن رخ داده است که افراد فرمانده فرقه میدان هوایی طالبان در بدخشان بالای خانه داد محمد هجوم برده و قصد خلع سلاح وی را داشتند. اصل درگیری به اثر فروش سلاح و مهمات رخ داده است که پس از سقوط ولایت به دست طالبان، نیروهای نتی پیشین در ولسوالی جون به داد محمد تسلیم کرده بودند، اما او آن را فروخته است. طالبان در بدخشان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. درگیری میان گروهی طالبان مورد تازه نیست. این گروه بارها بر سر پول، سلاح و موضوعات دیگر در ولایات مختلف کشور به ویژه تخار و بدخشان با هم درگیر شدند که در مورد زیاد تلفات هم در پی داشته است. ادعای یک مقام طالبان، عدالت کامل در افغانستان تامین شده است. با آنکه طالبان همواره از سوی شهروندان، کشورها و نهادهای بین‌المللی به انحصار قدرت دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی و همچنان نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم شدند، اما محمد یونس، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، گفته است که عدالت کامل در افغانستان تامین شده است. یونس این اظهارات را تای نشست در میان جوانان در ولایت کندز مطرح کرده است. او تصریح کرده است عدالتی که در افغانستان تامین است در هیچ جای زمین وجود ندارد و هیچ نوع ظلم بالای کسی صورت نمیگیرد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان همچنان ادعا کرده است هیچ کس در امور افغانستان مداخله سیاسی و نظامی نمی کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره شان بیشتر کارمندان دولتی از اقوام غیر پشتون را در کشور از وظایفشان برکنار کرده و یا تنزیل بس داده و به جای آنان افراد خود را معرفی کرده است. افزون بر این، در حال حاضر هزاران تن از شهروندان کشور که عمدتاً از اقوام غیر پشتون هستند در زندانهای این گروه به سر می برد. روند ثبت به رهبری امرالله صالح. اختلاف میان طالبان قندهاری و افراد فصیح‌الدین در بدخشان افزایش یافته است. روند ثبت به رهبری امرالله صالح گزارش شده است که اختلافات میان طالبان قندهاری و افراد فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش این گروه در بدخشان افزایش یافته است. این سازمان میگوید در پی تجدید اختلافات، رهبری طالبان یک هیئت برای حل منازعه تعیین کرده است. بر اساس گزارش روند ثبت، رهبری طالبان محمد هارون که رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات این گروه است را برای رهبری هیئت حل منازعه تعیین کرده است. سازمان تحت رهبری امرالله صالح در گزارش خود گفته است تمام سرکرده‌های نزدیک به فصیح‌الدین در بدخشان برکنار شده و یا به ولایت‌های دیگر تبدیل شدند. با گزارش این سازمان، فصیح‌الدین روزها در قندهار انتظار کشید تا بتواند تنها یکی از سرکرده‌های نزدیک خود را در بدخشان حفظ کند. روند سبز گفته طالبان قندهاری که اکنون مدیریت بدخشان را در اختیار دارند، به خلع سلاح طالبان بدخشانی آغاز کرده و بر آنها سختگیری‌های وضع کردند. بر اساس این گزارش، طالبان بدخشانی که با فصیح‌الدین رابط نزدیک دارد احساس میکنند در ولایت خود به حاشیه رفتند. این گزارش در حال منتشر شد که باشندگان ولسوالی در ایام ولایت بدخشان روز جمعه در اعتراض به آنچه که آنان ظلم و ستم طالبان غیر بدخشی میخوانند در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش‌ها پس از این اعتراضات افراد طالبان دست به شلیک زدند و دست کم یک نفر در این اعتراضات جان خود را از دست داد. طالبان در رویای گردان سایبری. طالبان امیدوارند که مالزی دانش امنیت سایبری را در اختیار آنها قرار دهد تا در فضای سایبری هم اعمال خود رد کنند. وزارت داخله طالبان تحت کنترل سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی تلاش می‌کند امنیت سیستم‌های کامپیوتری شبکه‌ها و داده‌هایش را در مقابل تهدیدهای سایبری بالا ببرد و به این منظور از مالزی درخواست کمک کرده است. شبکه حقانی که در دوران حکومت پیشین افغانستان عامل برخی از خونین‌ترین و مرگبارترین حملات تروریستی بود، امیدوار است که در فضای سایبری از رقیبانش پیشی بگیرد.
در بیانیه 25 اپریل وزارت داخلی طالبان آمده که سراج‌الدین حقانی با هیئت شامل نمایندگان نخست وزیر وزارت کشور و وزارت دفاع مالیزی در کابل دیدار کرده است. در این بیانیه ادعا شده بود که شازلین عابدین رئیس هیئت نظامی مالیزی به افغانستان وعده داده است که دانش فنی کشور در زمینه امنیت سایبری و جرایم دیجیتال را در اختیار رژیم طالبان بگذارد. با این حال هیئت مالیزی در مورد این ادعای طالبان اظهار نظر نکرده است. رشد اقتصاد بالای مالیزی باعث شد که این کشور آماج حملات متعدد هکرها قرار گیرد و در چند سال گذشته امنیت سایبری یکی از نگرانی‌های اصلی مالیزی بوده است. با افزایش موارد کلاهبرداری‌های اینترنتی جعل و هک این کشور روی بالا بردن امنیت سایبری سرمایه‌گذاری کرد و حالا طالبان امیدوارند مالیزی این دانش در بخش امنیت سایبری را در اختیار آنها نیز قرار دهد تا در فضای سایبری هم اعمال نفوذ کنند. اعضای طالبان و هوادارانش در فضای مجازی و بیشتر در شبکه اکس یعنی تویتر سابق تولید محتوا میکنند و البته به مطالب مخالفانش هم واکنش نشان میدهند. با این حال طالبان مانند سایر رژیم‌های سرکوبگر و انحصارطلب در رویای داشتن گردان سایبری هستند. آنها میخواهند از این طریق حساب‌های کاربری مخالفانشان را هدف قرار دهند، جو روانی در فضای مجازی را به نفع خود مدیریت کنند، با کمک کشورهای همسو با خود و این گردان سایبری هم اهداف و برنامه هایشان را در فضای مجازی بازتاب دهند و هم با انتشار پست، هشتگ زدن و هک وبسایت های مخالفان برای این رژیم در فضای سایبری محیط مطلوب ایجاد کنند. وبسایت های متعلق به رژیم طالبان در مقابل حملات سایبری آسیب پذیرند و چندین بار هک شدند. رژیم طالبان میخواهند امنیت سایبری سیستم های کامپیوتری را بالا ببرد تا در مقابل حمله هکرها مسئولیت بیشتر داشته باشد. در سال گذشته گروه هکری موسوم به ارتش سایبری افغانستان از هک کردن سایت وزارت مخابرات طالبان خبر داد، اما طالبان گفتند که این وبسایت مدتی است که برای ارتقا در حالت آزمایشی قرار دارد. دسامبر 2022 هم گروه هکری موسوم به انونیموس در اعتراض به ممنوعیت تحصیل و کار زنان وبسایت وزارت دفاع طالبان را هک کرد. با فروپاشی حکومت افغانستان در آگوست 2021 بخش زیادی از متخصصان امنیت دیجیتال و امنیت سایبری این کشور را ترک کرده است. افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کشور بدل شد که با کمبود شدید متخصصان کامپیوتر و امنیت سایبری مواجه است. بیشتر مقام‌های طالبان و نیروهایشان فقط در زمینه دین آموزش دیدن و از علوم روز چون کامپیوتر و امنیت سایبری شناخت ندارند و بر این دلیل دست به دامان کشورهای چون چین و مالیزی شدند. طالبان تصمیم دارند شبکه‌های اجتماعی پر مخاطب را که به نفع آنها محتوا تولید نمی‌کنند سانسور و سرکوب کنند، اما برای تحقق این رویا به حمایت متخصصان حوزه کامپیوتر و فناوری نیاز دارند و با تقویت بخش امنیت سایبری خواهند توانست شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مد نظرشان را مسدود کنند. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش.